شما کلیپ هاتون رو که آوردید توی ایونتس آی مووی و اگر دیگه با این ایونت کاری نداشتید میتونید این آیکون رو بزنید و قسمت ایونتتون دیگه میشه حالا احیانا بعدا اگه خواستید میتونید دوباره ببینیدش ولی فعلا برای اینکه ما بخوایم این کلیپ ها اینجامون رو ببینیم میتونیم محوش کنیم و حالا اینجا از این پایینی آیکونی داریم برای دیدن وی فرم صدا اگر این رو شما بزنید طبیعتا وی فرم صدا ها رو این زیر زیر هر کلیپی میبینید اگر نه میتونید آفش بکنید توی پخش شدن یا نشدن صداتون هیچ تأثیری نداره فقط اونها رو دیده شدن و رو آن یا آف میکنه این اسلایدری هم که اینجا دارید روی کلیپ هایی که دارید میتونید زوم بکنید یا زوم بک بکنید به طور مثال اگه تعداد کلیپ هاتون خیلی زیاده طبیعتا بهتره که هر انقدر از ویور شما ده ثانیه باشه یا حتی کمتر که تعداد کلیپ های بیشتری رو بتونید این بالا ببینید و راحت تر بتونید مدیریتشون کنید یا نه اگر دنبال یه تیکه خاصی توی شات میگردید مثلا دنبال فرض کنید این پلان توی این نما میگردید میتونید رو بزرگتر بکنید که خیلی سریعتر و راحت تر با دیدن فریم های بیشتر بتونید اون رو خیلی راحت پیدا بکنید اما یه نکته خیلی جالبی هم اینجا وجود داره این شویی که شما اینجا میبینید الان نوشته favorites and Unmarked یه favorites only داره اینجا یه all clips داره و یه rejected only اگر من اینجا از این شات خوشم نایمد و اصلا نخواستم ببینمش میتونم با کامند روش کلیک بکنم که کل این کلیپ select بشه و حالا این دکمه rejected رو بزنم بگم اصلا نمیخوام دیگه این رو توی این پنجره event ببینم و حالا دیگه دیده نخواهد شد ولی نکته اینه که فقط اینجا دیگه دیده نمیشه اگر من بیام حالا توی ریجکتد شما این کلیپ رو اینجا میبینید و همونطور که میبینید بالاش یه خط قرمز هست به این معنا که ریجکت شده و من گفتم نمیخوام ببینمش اگر من بیام توی آل کلیپ و آل کلیپ رو بزنم همه کلیپ هایی که داشتم چه ریجکت شده چه معمولی رو میتونم ببینم و اگر خب بیام توی قسمت فیوریت ان آن مارکت که خب ریجکت شده ها رو دیگه نمیبینم اگر شما یه تیکه از کلیپ هم خواستید میتونید ریجکت بکنید به طور مثال ممکنه من اینجا این تیکه آخر این کلیپ رو نخوام میتونم از قبلش مثلا از اینجا میتونم سلکت بکنم با کلیک و درگ کردن تا قسمت آخرش و بگم حالا این یه تیکه من باید ریجکت بشه و نمیخوامش هم شما بک اسپیس رو میتونید بزنید هم آر به معنی ریجکت رو میتونید بزنید حالا اگه بیام دوباره توی ریجکت دو تا کلیپ اینجا هستش یا به طور مثال تو آل کلیپ باز هم دو تا کلیپ خواهم داشت اون قسمتی که حالا ریجکت شده فقط قرمزه اگر شما بیایید توی قسمت ریجکتد اونلی و این عنوان موو ریجکتد تو ترش رو بزنید کلیپ هایی که اینجا هستن اصلا میندازه تو سطل آشغال به طور مثال ممکنه شما خیلی براتون پیش اومده باشه که چندین کلیپ شما تصادفا انگشتتون خورده به دکمه ریکورد و همینجوری علکی ضبط کرده و اصلا به درتون نمیخورن یک یکی دو ثانیه و اشتباهی ضبط شده بودن میتونید همه رو اینجا انتخاب کنید موف تو ترش رو بزنید و خیلی راحت پاکشون بکنید اگر شما احیانا احساس کردید که این کلیپ ها رو میخواستید و حالا اشتباها ریجکت شدن باز با کامند میتونید انتخابشون بکنید و حالا اگر خواستید مثلا اینجا من این کلیپ رو انتخاب میکنم دیگه نمیتونید دکمه ریجکت رو بزنید برای برگردوندنش این دکمه آن مارک میگه که خب این دیگه حالا مارک ریجکت نداره و دیگه دوباره بر میگرده به کلیپ های عادی شما باز در مورد این یکی کلیپ هم همینطور من اگه خواستم میتونم بیام تو ریجکتد اونلی انتخابش بکنم و آن مارک رو بزنم و دیگه خب حالا طبیعتا هیچ چیزی توی قسمت ریجکت ندارم اما برعکس این کار رو این یکی آیکون که فیوریت هست انجام میده به این معنا که یه قسمتی که مورد علاقه شماست رو میتونید انتخاب بکنید مثلا من میگم بین کلیپام خب از اینجا رو دوست دارم تا این و حالا میتونم فیوریت یا شورتکات اف رو بزنم و حالا برعکس اون رنگ خب طبیعتا سبز میشه بالاش قرمز اگه استاب باشه به معنای حالا نرفتن این یکی سبز هست به معنای عبور کردن و خب طبیعتاً فیوریت منه یا توی این یکی شات ممکنه من بگم که من مثلا از اینجا رو میخوام تا اینجا و حالا دوباره اف رو بزنم این ممکنه پلانایی باشه که شما بیشتر دوست دارید و میخواید بیشتر ازشون استفاده بکنید حالا اگر بیاید از اینجا فیوریت اونلی رو انتخاب بکنید فقط اونهایی رو نشون شما میده که فیوریت بودن و فقط اون تیکه هایی رو حتی نشون میده که فیوریت شده بودن به طور مثال شما میدید اینجا هم این کلیپ طولانی تر از اون قسمتی که فیوریت شده هم این یکی باز عین دفعه قبل اگر خواستید فیوریت ها رو هم حذف بکنید و دیگه قسمت فیوریت شده هم نداشته باشید عینا میتونید دوباره اونها رو انتخاب بکنید و بیایید باز این آن مارک رو بزنید و حالا دیگه بر تو اون قسمت آن مارکت شما که همین پنجره اصلیتون هستش